بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ما از اینجا و از آنجا نیستیم ما ز بیجا و ز بیجا می رویم لا اله در پی الا الله هست همچولا ما هم به الا می رویم خانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم ای کوه هستی ما ره را مبند ما به کوه قاف و انقا می رویم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی حضور شما رو در این محفل روحانی و معنوی گرامی میدارم. همانطوری که استهزار دارید موضوع سخن ما آداب سلوک معنوی عرفان عملی و اعمال عرفانی است که در بحث تولد دوم انسان رسیدیم به مسئله بازگشت و توبه که از مقامات قابل توجه در مکتب عرفان است در این چند جلسه اخیر اشاره کردیم به تحول وجودی که در زندگی انسانهای بزرگ در دنیا ایجاد شد و ایجاد شده و به عنوان نمونه شخصیت رو اشاره کردیم در مرحله اول از بودا سخن گفتیم و بعد از اون از سنت آگوستین و بعد از سنائی و ابراهیم ادهم اینها به عنوان نمونه هایی بودند از انسان هایی که در یک حادثه وحیاسا و یا در یک مرحله ای که وجود اونها و مثل وجود اونها تبدیل به طلا شد و تحول وجودی پیدا کردند شخصیت های دیگری هم هستند در تاریخ که برای ما درس دارند یکی از اونها حضرت مولاناست که امشب و جلسه آینده رو اختصاص دادم به تحول وجودی که در مولانا ایجاد شد که بارها گفت گریه بودم خنده شدم مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم و در مورد این تحول وجودی باید صحبت بشه که چگونه این امر معنوی برای مولانا رخ داد همانطوری که همه شما استهزار دارین و میدانید این تحول بزرگ در اثر دیدار با یک ولی از اولیاء الهی به نام شمسدین تبریزی تحقق پیدا کرد وقتی که مولانا به دیدار شمس تبریزی رسید این تحول صورت گرفت خب در اینجا یه اصلی رو من میخوام اشاره بکنم و اون اصل این است که در حیات معنوی تحول معنوی و معرفت معنوی بنیانش بر دیدار است یعنی روی یار به معنای واقعی مهمتر است از درس و بحث و گفتگو یعنی در عالم معنا حضور و نفس یک مصاحب نیک در کنار انسان بیشتر از درس و بحث مدرسه تحول ایجاد می کند معنویت ایجاد می کند و گویی معنویت از سینه به سینه منتقل می شود و وقتی که مغناطیس ولی از اولیاء الهی انسان رو جذب می کند دروازه ها و درهایی به روی انسان باز می شود از این جهت کسانی که تربیت کننده سالکان طریقت هستند اونها رو دعوت می کنند که شما سیر در آفاق بکنید یعنی برید بگردید تا به دیدار ولی از اولیاء الهی نائل بشید نشستن در کنار ولی از اولیاء الهی و درک او به معنای رسیدن به جنت و بهشت است و مولانا دائما از این دیدار سخن میگوید تحول مولانا بر دیدار صورت گرفته متاسفانه ما امروز اسلاید نداریم ولی مطالب رو من خدمتتون تقدیم کردم در یک فرازی مولانا میفرماید که معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل ز پیران صفی این پیران صفی همون کسانی هستند که از اونها تعبیر میشه به انسانهای بزرگ یا بفرمایید انسانهای کامل یا کسانی که جلوه ای از اون انسان کامل دارن از, او تعب... از اینها تعبیر شده است به از کنم که جام جم اون انسان کامل جام جم است انسان اصلا جام جمع است جام جهان نما سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد اصل خلقت و اساس خلقت بر این بوده که خداوند اراده کرد که خودش را ببیند این رو بنده عرض کردم خودش را ببیند در آینه الله نما وقتی که خدا تجلی میکند در این آینه الله نما خود را تماشا میکند من هم که آینه هستم او را در این آینه میبینم و تشبه به اون خالق پیدا میکنم و قایت خلقت این است که آینه الله نما ایجاد بشه میفرماید معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل پیران صفی که در اون شان صد قیامت نقد هست مولانا از این انسان هایی که وقتی آدم با اونها دیدار میکنه شخصی با اونها دیدار میکنه تعبیر میکنه به قیامت نقد یعنی وجود اینها محشره و در وجود من یعنی مولانا شمس تبریزی محشر کرد و قیامتی در من به وجود آورد که در اون شانصد قیامت نقد هست کمترین آن که شود همسایه مست کمترین اثری که یک ولی الهی دارد این است که در کنار او که شما میشنید نفس او شما رو مست میکند سخن او شما را گرم میکند کار مردان روشنی یا گرمی است اینها روشنایی و گرمی, گرمی دارند مولانا تعبیر میکند به اینکه دو تا خصوصیت رو مولانا تعبیر کرده یعنی چند خصوصیت اما مهمترینش این چند تعبیری است که من درز میکنم یکی اینکه اینها انسان رو زیر زبر میکنن و این کلمه زیر و زبر شاید صد بار در مصنوی تکرار شده که من زیر و زبر شدم و دیگر اینکه اینها شهت و شکر به انسان میدن زیر و زبر شحت و شکر گرمی و آتش این اثری است که از مصاحبت و از دیدار ایجاد می شود بعد می فرمید که در اون شان صد قیامت نقد هست کمترین آن که شود همسایه مس پس جلیس الله گشت آن نیک بخت کوب پهلوی سعیدی برد رخت اگر شما می خواهید به دیدار خدا برید باید به دیدار انسانی برید که اون انسان جلوه اوست آینه اوست یعنی در اون آینه انسان میتواند حق را ببیند خدا را کجا میشه دید؟ از نظر مولانا در جمال و در نگاه و در نفس انسان کامل اون شیخی که مطرح میکند اون قطبی که از او سخن میگوید حالا شمس تبریزی هست و یا هر جلیس دیگر اون رو به عنوان آینه الله نما معرفی میکند کوب پهلوی سعیدی برد رخت پس بنابراین این توجه داشته باشید که بنیان معنویت در سلوک معنوی بر دیدار است می رود از سینه ها و در سینه ها از ره پنهان سلاح و کینه ها یعنی یک دروازه هایی باز میشه از طریق این سینه ها در جای دیگری می فرمید همنشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا فتا یعنی کلمه از کلمه هم فتووت فتا یعنی جوان مرد جوان مرد یعنی کسی که کاری را که می کند اون کار بدون علت و بدون رشوت است یعنی من به شما سلام می کنم انتظار من این است که شما جواب سلام منو بدید این من جوان مرد نیستم من میدم که شما بدید من مهربانی می کنم. که مهر طلب باشم این جوان مرد نیست جوان مرد اون است که حرکت او بدون علت و رشوت یعنی رنگ خدا پیدا میکنه دیگه تمام این حرکت ها و سروک ها و مسافرت ها برای اینکه انسان رنگ او رو پیدا بکنه و انسان تشبه به او پیدا بکنه حالا فردی مثل مولانا که داریم از او صحبت میکنیم از این تحول وجودی که سخن میگه در اندیشه حضرت مولانا این مسئله مطرح میشه که چگونه من تشبه به او پیدا میکنم چگونه من نزدیک به او میشم چگونه من الله نما میشم خب خداوند صفاتی داره دیگه بی نهایت صفات خداوند مهمترین صفاتی که مولانا تعیین میکنه میگه اگر انسانی این صفات در او شکل گرفت نزدیک شده و قرب پیدا کرده یکیش وحدته حالا اینا رو بعدا من بحث میکنم هرچه انسان به وحدت و تمرکز نزدیک بشه به خدای واحد که قل هو الله و احد احدیت او با احدیت بقیه فرق میکند نزدیک شده دوم تأثیر پذیری انسانه هیچ موجودی در عالم به اندازه خدا اثر نداره لا مؤثر فی الوجود الا الله هر چه انسان تأثیرش در زندگی دیگران و در دنیا این انسان تأثیری داشته باشه یعنی من یه کاری کرده باشم به اون خدا من بیشتر نزدیکم هر چقدر بیشتر کارو بکنم هر چی بیشتر تاثیر داشته باشم در عالم به اون خدای لا مؤثر فی الوجود الا الله بیشتر نزدیک هستم و به یک دلیل فلسفی دیگر خداوند موجودی است قانونمند هر چه انسان قانونمند باشد منضبط باشد به اعتدال نزدیک باشد به اون خدای معتدل منضبط قانونمند نزدیک است این نزدیکی ها معناش اینه یه چیزی نیستش که ما بخوایم ایدئالیزم باشیم و بخوایم در تصوراتمون توی زندگیمون این وقتی که با اهل معنا انسان قرار میگیره هم عطا یابی و هم باشی فتا گر اناری میخری خندان بخر تا دهد خنده زدانه او خبر اگه اناری میخری خند... اناری بخر که بدونی این انار سرخه یا نه یعنی ام... توجه بکن به اون همنشینی که تو در کنار او قرار میگیری اصلا طبع انسان یا حالتی دارد که میدوزده یعنی طبع طبع رو میدوزده از طبع به طبعی از طریق طبیعت شما به من منتقل میشه یواش یواش آهسته آهسته شما نگاه میکنید میبینید که یواش یواش این همطور دارید عوض میشید تغییر پیدا میکنید نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند یعنی صحبت وقتی که با مردا کردی مرد یعنی نه مذکرا مرد یعنی رجال یعنی رجالون در قرآن هم میگه مرد یعنی انسان انسان کامل صحبت مردانت از مردان که تو خانم هم میگن که تو مرد نیستی مثلا عذرا خانم مثلا به اکرم خانم میگه تو مرد نیستی نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند گر تو سنگ صخره و مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی بنابراین در اینجا وقتی که ما توجه میکنیم این زندگی مولانا بر اساس دیدار شکل گرفته است خب حالا این تحول وجودی مولانا چگونه بوده نمیخوام مفصل در این مورد بحث بکنم شما میدونید که بعد ساعت ها ما در مورد تحول وجودی مولانا ب در حد همون بودا و سنت آگوستین من میخوام بگم ببینید زندگی مولانا رو بعضی ها اومدن اینطور تقسیم کردن که زندگی مولانا چهار مرحله داشته مرحله اول دوران کودکی دانشندوزی آوارگی که مولانا از بلخ بلخ اون روز آواره می شود به خاطر حمله مغول یا به دلایل دیگری میاد در ترکیه سیتیزن میشه یعنی در عرض میکنم خدمتون که در نهایت سیتیزن اونجا میشه دیگه مثل این بچه هایی که از ایران میان کانادا این میاد در اونجا و سیتیزن میشه در سن 13 سالگی این دوران کودکی مولانا دوران نوجوانی مولانا و دوران دانشندوزی مولانا در این دوره این دوره رو میگن دوره اول دوره کودکی دانش و آوارگی اگر توجه داشته باشید در هر دوره ای مولانا در کنار مرد بزرگی بوده اولین مردی که مولانا در کنار او متحول شده خود پدر مولاناست دقت فرمودی سلطان العلماء بهاولت یک عالم به تمام معنا مفسر فقیه عارف زبردست مسلط و محیط بر علوم ظاهری یعنی علومی که در مدرسه میخونن و علوم باطنی یعنی علومی که از طریق مکاشفه و حضور انسان به دست میاره مصاحبت با پدر ببینید من عرض کردم معنویت و تحول در وجود مولانا به خاطر مصاحبت بوده این مصاحبت خیلی مهمه و دیگر کسی که در کنار مولانا بوده شخصی است به نام برهان محقق ترمزی که لالای مولانا بوده یعنی مربی دوران کودکی مولانا بوده و مولانا رو در دوران نوجوانی و جوانی این برهان محقق ترمزی وادار به ریاضت های متعددی میکنه یعنی در سلوک مولانا خیلی تأثیر داشته مطلب ارز میکنم این دوره اول دوره دوم عبارت است از دوره شوریدگی و شیفتگی و اون دورانی است که آغاز اون در اثر دیدار با ولیی از اولیاء الهی شمس تبریزی که عارفی بوده که نقدی داشته نسبت به مدرسه ها بحث هایی که در مدرسه ها می شده است و استدلال ها و فلسفه ها و جر و بحث ها و قشریگری که حاکم بوده نقد داشته شمس و شهر به شهر دنبال استعدادی میگرده که با او سخن بگه که این دوره از زندگی مولانا رو اسمش رو گذاشتن دوره شوریدگی و دوره از که دوره شوریدگی که در اثر دیدار با شمس تبریزی صورت میگه باز در اینجا هم مصاحبت است. دوره سوم عبارت است از دوره پختگی و دوره آفرینشگری یعنی دوره که مولانا دیگه پخته می شود وقتی که پخته شد به آفرینش دست پیدا میکنه یعنی آفریدن مصنوی و آفریدن دیوان شمس اون جایی که با عشق با پدیده به نام عشق مواجه میشه و اون جایی که مولانا در اونجا در عشق شمس تبریزی پخته می شود و دوره چهارم رو میگن دوره سکوت طولانی که دوره است که مولانا در اون دوره میسوزد. می سوزد و می سوزد و به سکوت میرسد این چهار دوره رو که تحلیل کردن بعضی گفتن این چهار دوره تو سه دوره هم خلاصه میشه اون سه دوره این هستش که مولانا خودش گفته حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بودم پخته بودم سوختم این سه مرحله من اول خام بودم در مرحله خامی بودم پخته بودم پخته شدم بعد اومدم با پختگی رسیدم بعد از دیداره با شمس بعد یواش یواش سوختم 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 توجه داشته باشید این سه مرحله رو مولانا در داستان خودش بیان می کند. یعنی علم الیقین عین الیقین و حق الیقین در مرحله پخت در مرحله مزرعه می خوام. خامی من چسبیده بودم به علوم فقط علوم رو یاد گرفته بودم ذهن من مخزنی بود از یک سلسله دانستانی های گسترده من خام بودم اینها در وجود من تأثیری نداشتند، محول وجود من نبودن مثل وجود من رو تبدیل به طلا نکرده بودن و وجود من رو ملال گرفته بود ملال گرفته بود حالا چرا ملال گرفته بود بنده خدمتتون عرض میکنم این دوره اول رو میگه دوره عرض میکنم خامی یا همون علم الیقین عین الیقین دوره پختگی است حق الیقین دوره سوختگی است و اینو عرض میکنم خدمتون که این مثال رو باز خود مولانا زده در مصنوی که میدانید اینو قبلا هم بنده عرض کردم یه وقتی هست که شما به وجود آتشی میدونید علمی دارید که در اون طرف آتشی هست آتشی وجود دارد اینو بهش میگن علم الیقین شما میدونید آتشی هست وقتی از که میاد کنار آتش آتش را میبینید گرم میشید این رو بهش میگن عین الیقین و حق گل یقین اونجاییست است که میرید تو آتیش میسوزید خدای نخواسته توجه فرمودید میرید تو اون آتیش میسوزه البته خدای نخواسته که گفتم آتش آتش های دنیایی رو میگم که آدم تو این آتش های دنیایی نسوزه و آتش کبر و حقد و نفاق و حسد و خودخواهی و خودشیفتگی اینم خودش یک عرض میکنم خدمتون که آتش دیگه آدم حسود دو اون آتش داره میسوزه آدم متکبر در اون آتش داره میسوزه و با اون آتش عادت میکنه و در قیامت هم همون آتش با او هست و بعد دیگه از جنس آتش میشه دیگه همیشه دوست داره با آتش باشه برای این همیشه تا جهنم دیگه خدا نمیندازه تو جهنم که این با این آتیشه خو گرفته و در روایات هم داریم دیگه خودش آتیش میشه و دیگه من دیگه من آتیشی هم دیگه من آتیش رو دوست دارم و این میسوزد و میسوزد و میسوزد و, میسوزد و در همین دنیا میسوزه این آتیشو من میگم خدای نخواسته ولی اون آتشی که مولانا میگه که چی میگه آتش از این بانگ نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد اون آتش آتشی است که به وجود مولانا افتاده و میگی الهی سینه ای ده چی آتش افروز در آن سینه دلی واندل همه سوز اون سوختنی که آدم دوست داره بسوزه و مولانا میگه من میسوزم چون تو صاحب این خونه این خونه رو بسوز حالا که میخوای بسوزونی بسوز برابر این در اینجا ارزمون کنم که این سه مرحله رو که میان ذکر میکنن دوره خامی و دوره پختگی و دوره عرض رو کنم خدمتون چی شد؟ سوختن یا عرفا بهش میگن تعلق، تخلق، تحقق اینا اصطلاحات عارفانه است دوران تعلق، تعلق به علوم و آقا من از این دفاع کنم و از اون دفاع کنم و این عقیده و این باور و دوران تعلق یعنی همه وجود من علقه و تعلق شده به اینها اما در دوره دوم دوره تخلق است یعنی من تخلق به اون علوم پیدا میکنم خودم میشم اون علوم خودم اون علوم میشم خودم تخ تخلق به اون علوم پیدا میکنم و به اون نورانیت میرسم و دوره سوم این که من به تحقق میرسم اصلا دیگه جنس من دیگه به اون وحدت حقه حقیقیه اصلیه ابدیه من میرسم من به اون وحدت میرسم نکته ایره که بنده بارها تکرار کردم در درس های خودم در صحبت های خودم ببخشید باز دو مرتبه من این رو تکرار میکنم برای شما و اون این استش که کلن از زمانی که مولانا زندگی مولانا شروع میشه یعنی به دنیا میاد که همش با مصاحبت همراه بوده از کردم در دوره اول مصاحبش پدرش بوده و برهان محقق ترمزی در دوره دوم با شمس تبریزی در دوره سوم در کنار شمس و بعد از شمس صلاح الدین زرکوب اونم یه عارفی بوده برای مولانا معشوقی است صلاح زرکوب عاشق صلاح زرکوب میشه صلاح الدین زرکوب یه آدم بی سوادیه ولی عارفه مثلا به قفل میگه قلف به قفل صلاح زرکوب میگه قلف مولانا هم توی شعراش میگه قلف درسته چون این محبوب منه هر چون بگه درسته قلف درست نیست اینا قرار میخواد قراردادها رو هم چه به هم بریزه و حسام دین چلپی اینا هم باز مصاحبان مولانا و معشوقهای مولانا بودن و در اون دوره سکوت طولانی میرسد به اون اصل خودش یعنی به اون به خانه معشوق میرسه به خانه معشوق اما چرا مولانا میگه که من گریه بودم خنده شدم و از کنم خدمتون که مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم تا قبل از دیدار شمس مولانا با این که عالم بوده فقیه بوده مدرس بوده سخنران بوده منبری بوده مرید داشته همه او را دوست داشتن از یک خانواده اشرافی بوده ثروتمند بوده هیچ چیز مولانا کم نداشته یعنی اگر از مولانا میپرسیدیم چی میخوای تو این دنیا همه چیز داشته هم ثروت داشته هم قدرت رو مثلا مولانا یک آدم فقیری بوده ثروتمند بوده قدرتمند بوده از خانواده اشراف بوده عالم بوده فقیه بوده در همه علوم ظاهری و در همه علوم باطنی مولانا مسلط بوده ولی مولانا احساس میکرده مریضه احساس میکرده بیماره احساس میکرده ملال او رو گرفته چرا؟ یعنی خدا رو در این سطوح دروس خارج و دروس فلسفه و دروس مدرسه میدیده اما اون خدایی که تپشی در او ایجاد بکنه نبوده اون خدایی که به او قلب او رو داغ بکنه نبوده منتظر یک طبیبی بوده منتظر یک طبیبی بوده که اون طبیب بیاد و او رو معالجه بکنه و اینکه اولین داستان مصنوی رو که حالا بعدا براتون ارز میکنم که مولانا اولین داستانی که بیان میکنه ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن داستان پادشاه و کنیزک را بیان میکنه که پادشاه از قصر میاد بیرون برای شکار خودش شکار یک کنیزک میشه عاشق کنیزک میشه کنیزک رو میاره توی قصر و او رو میخردش و میارتش توی قصر دیگه عاشق دلباخته این کنیزک بوده ولی متوجه میشه این کنیزک مریضه از همه طبیبان درباری دعوت میکنه که او رو خوبش کنن و میگه همه جونمو میدم زندگیمو میدم دیگه خلاصه اینو برای من خوبش کنید اونا هم به شاه قول میدن که حتما این کار رو میکنن برای او ولی هر چه تلاش میکنن هر چه کوشش میکنن نمیتونن کنیزک رو از کنم که خوب کنم و پادشاه میره در مهراب عبادت شروع میکنه به اشک ریختن وقتی که به اوج میرسه عشق های او خوابش میبره در عالم خواب به او مجده میدن که قصه نخور فردا طبیبی خواهد آمد طبیب الهی فردا طبیب الهی میاد کنیزک رو نبزش رو میگیره و میفهمه که این کنیزک عاشق یک است در سمرقند میگه برید اون زرگر سمرقندی رو بیارید وقتی که آوردن با نقشه شاه یک داروی رو درست میکنن میدن به این زرگر میخوره زرگر مواج زرد میشه قیافش به هم میریزه چروک میشه یواش یواش عشق زرگر در دل کنیزک خاموش میشه و زرگر که مرد دیگه این عشق هم تمام میشه عشق هایی کسپه رنگی بود عشق نبود آقابت ننگی بود بعد کنیزک تسلیم پادشاه میشه در اونجا از این داستان مولاناست یعنی این سلطانی که رفته شکار خود مولاناست اون کنیزک نفس مولاناست یا خود مولانا رو بعضی گفتن کنیزه ولی خود مولانا نفس مولانا که این مریض شده طبیبان درباری همه اون علما و همه اون درس ها و همه اون ابزار هایی که میخوان او رو خوب کنن و نمیتونن او رو خوب بکنن و ناامیدی که او پیدا میکنه و به درگاه خدا میره و در زندگی مولانا هست بارها به درگاه خدا ناله میکند که برای من کسی رو بفرست و مولانا منتظر بوده مولانا اینطور نبوده که یه آدم عادی تو بازار داره راه میره شمس بیاد یقش رو بگیره و در اثر دیدار با شمس ملاقات با شمس یک مرتبه متعول بشه نه این تدریجا زمینه درش بوده یه حالت انتظاری داشته ببینید مولانا میگه که اگر یه حالی در تو ایجاد شد یه حال معنوی در تو ایجاد شد حتما دو سویه است یعنی از یک سوی دیگه تو رو دارن میکشن که تو اینطوری شدی این رو مولانا معتقد است نگاه کنید هر که عاشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم این و هم آن هر که عاشق معشوق هم هست اگه شما دل لرزید برای یک کسی اونم دلش لرزیده برای تو یعنی مولانا این رو میگه میگه حالا اینجا ممکنه کسی بگه نه آقا من دلم برای این لرزید ولی اون دلش نلرزید بعدش هم ازدواج کردین که نه خیر اصلا هیچی نه اون بالاخره در عالم معنا میگه اینطوریه در عالم شما ها ممکنه عشق حقیقی نباشه در عالم ما ها دنبال چیزای دیگه باشه توجه فرمایید نه میخواد بیاد کانادا اینجا سیتیزن بشه بالاخره اون موقع که تا زمانی که سیتیزن نشده دیگه میمیرم برات اینا وقتی اون سیتیزن که شد بعد از میکنم خدمت نایم وان وان میاد آقا رو ویروم میکنه یا خانم ویرون میکنه بنابراین اون نه این فرق میکنه مولانا میگه در عالم معنا من دارم در عالم معنا صحبت میکنم هر که عاشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم اینو هم آن تشنگان گر آب جوین از جهان آب جویت هم به عالم تشنگان یعنی اگر تشنه دنبال آبه آبم دنبال تشنه است آبم دنبال تشنه است بنابراین این جذب و انجذاب یحبهم و یحبونه دو طرف است اگه یه چیزی شد یا حالی به دست داد بدان که محول الحول والاحوالی احواری هست که داره حال در تو ایجاد میکنه و میخواد به تو حال بده پشت نکن رها نکن اگر دلت شکست همونجا برو گوشه ای و بشین همونجا یعنی وقتی حالت اقبال پیدا میکنی بعد انگوش بذاری روحان حالت اقبال که این حالت اقبال اینجا این آمده نه باید بیرونش کنی عقل جز از کل گویا نیستی تو عقل جزی از کل نمیتونی گویا باشی چرا گر تقاضا بر تقاضا نیستی وقتی تقاضا در وجود دل نیست گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج اون دریا بدینجا میرسد چون تقاضا در وجود توست موج اون دریا ازم میکنم که میاد بنابراین در اینجا این نکته رو خواستم بگم که تکرار کردم اینه که مولانا چرا به این حالت میرسه برای اینکه که مولانا در طوری که از قونی از میخوام از بلخ با پدرش مهاجرتش رو آغاز میکنه که میاد به دیدار عطار نشابوری و عطار نیشابوری کتاب مصیبت نامه رو میده به مولانای 13 ساله عطار نیشابوری هم عارف بوده یکی از اولیاء الله بوده مصیبت رو میده به مولانا و این مصیبت نامه ببین الان شما مثلا میای میگی که آقا این کتاب لسان عربو میشه شما به ما بدید میگم بله بفرمایید من میدم به شما شما خواستید بنده میدم به شما حالا پولش ازتون میگیرم ولی بالاخره بهتون میدم چرا برای اینکه فردا زنگ میزنم آقا از ایران داری میاد 10 تا لسان عرب بیار ولی اونجا مصیبت نامه یه نسخه بوده اون موقع چاپ و تکثیر و این مصیبت نامه رو میده به عرض کنم که مولانا و به پدر مولانا میگه که زود باشد که این کودک آتش به جان سوختگان عالم بزند و واقعا اگر شما نگاه بکنید هر چه که بر زمان میگذرد بعد از 800 سال کلام مولانا زنده است یعنی مولانا هرگز نمی میرد کلامش همیشه می نوه 800 سال یعنی بعد از 800 سال خب خیلی که کسا کتاب نوشتن این تأثیری که مولانا در عالم داره کمتر من قلوف نمی کنم یه واقعیتی است که داریم ارز میکنم خدمتون می این مولانا چرا به اینجا رسید یعنی چرا مولانا از زمانی که از بلخ حرکتش شروع کرد با پدرش اومد خدمت عطار نشابوری و بعد حتی وقتی که وارد دمشق میشه با محی ابن عربی ملاقات میکند ملاقاتش با ابن عربی هستش که عرض میکنم که ملاقات میکند بعد محیدین یه جمله‌ای داره الان یادم رفته میگه وقتی که داره وارد میشه با پدرش داره وارد میشه محیدین میگه که اقیانوسی در به دنبال مثلا چاهی داره میاد یا اقیانوسی به دنبال چشمه‌ای داره میاد اقیانوسی به دنبال رودی داره میاد اینطور تمثیل کرده در مورد مولانا خب به اینا کسانی بودن که به ملکوت متصل بودن و میتوانند بعضی از امور را پیش بینی بکنن یا حتی پیشگویی هم بکنن خب چرا مولانا به این حالت رسید اینو داشتم عرض میکردم از اونجایی که از بلخ شروع کرد مهاجرتش رو اومد تا سیتیزن شد تا اینکه در سن 38 سالگی با شمس ملاقات کرد دو مسئله عمیق وجود مولانا رو تحت تاثیر قرار داده بود دو مسئله اساسی وجود مولانا رو برده بود در لبه های مرزی هستی توجه فرمین ما یه وقتی هستش که داریم یه زندگی عادی میکنیم یه وقتی هست که میریم در مرز در مرز هستی اون در مرز هستی یعنی اون جایی که انسان عرض میکنم خدمتون که چجوری براتون بگم یه آیه هست در قرآن میفرمید فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وقتی انسانها در, قرقاب خ... در کشتی قرار میگیرن و کشتی در قرقاب خطر مرگ قرار میگیره اینها خدا را خالصانه میخوانند حالا هر کی میخوان باشن ها انسان هایی که اصلا, اصلا خود... تو زندگیشون خدا نیست وقتی توی کشتی قرار میگیرن قرآن میگه کشتی در قرقاب خطر مرگ قرار میگیره اینها خدا رو میخوانن خالصانه میخوانند ف اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین چرا چرا در اون موقع همه میگن یا الله یا یا خدا یا مایگاد گاد اینا که میگه دلش متصل میشه اینجا اومده تو مرز قرار گرفته تو از حالت عادی خارج تو مرز قرار گرفت مولانا زندگی او رو میره توی مرز پی میبره که این هستی پوچ است این دنیا نمیشه بهش تکیه کرد به این دنیا نمیتوان اطمینان کرد رضای به این دنیا نمیتوان داشت دو تا مسئله و دو تا پدیده بوده که پدیده قربت قربت رو با همه وجودش مولانا حس کرد و دوم مسئله تنهایی قربت و تنهایی از مسائل وجودی انسانه مولانا این دو را با تمام وجودش حس کرد قربت و تنهایی رو وقتی که قربت و تنهایی رو با تمام وجود مولانا تجربه کرد به عدم رسید یعنی تجربه عدم رو در عالم دید به چشم خودش چرا تجربه قربت رو داشت زندگی مولانا رو که شما مطالعه فرمایید اینجا من قبلا برای دوستان اینو توضیح دادم که اول بعد پدیده قربت مطرح بشه که منظور از قربت چیه به کی میگن غریب چرا انسان قربت پیدا میکنه و چرا ما میگیم مولانا غریب شد و دوچار قربت شد و تنهایی فلسفش چیه و چگونه مولانا تنها بوده خیلی سریع عرض میکنم قبلا اینو گفتم قربت اگه بخوایم مفهوم غربت رو و غریب رو ما متوجه بشیم باید مفهوم خانه رو ما باز بکنیم و غربت در برابر خانه قرار دارد انسان غریب یعنی انسانی که خانه ندارد و خانه محیطی است که دو تا خصوصیت دارد خصوصیت اول خانه این است که به شما امنیت و آرامش میدهد شما در محیط خانه خودتون احساس امنیت و آرامش میکنید غیر از این است برای اینکه دیگران نگاه نافذی نسبت به شما ندارند از نگاه نافذ دیگران در امان هستید در سایه امنیت خانه احساس آرامش میکنید و دیگر این که در محیط خانه شما نقاب ندارید ماسکتون رو برمیدارید. شما که الان اینجا نشستید همه تون نقاب زدید بنده هم که دارم سخنرانی میکنم نقاب زدم این نقاب رو میزنید بیایید اینجا دیگه ولی وقتی خونه میرید نقاب رو چکار میکنید برمیدارید این مثال بنده بارها زدم شما در یه مجلسی میبینید مثلا یه خانم آقایی توی عروسی چیزی زن و شوهر به هم دیگه چقدر قشنگ تو عزیزم از عزیز این میخوای برات بریزم ولی وقتی که میرن از این مجلس میرن بیرون در ماشین باز نشده خانم نقابو برمی داره آقا هم نقابند. بی بالا و میخوام زودتر بریم این چه برنامه‌ای بود این چه رفتاری بود من داشتید حالا بهت میگم این چی از این عرض میکنم که نقابو برداشت نقابو که برمی داره ما در محیط خانه بی نقاب هستیم این آقای سیاوش قمشی ترانه خیلی قشنگی خونده به نام نقاب اینو حتما گوش کنید بعضی خواننده های دیگه هم خوندن که میگه معلم نقاب نقاب معلمی بنده الان نقاب یه سخنران زدم میگم میخوام سخنرانی بکنم نقاب کردم هم. هم همیشه بد نیست دا بالاخره شما با نقاب با هم دیگه مواجه میشید این نقاب ها رو بر میدارید گاهی از موقع یه خانومی در برابر شوهرش 50 سال نقاب داشته شوهر بیچاره اون نقابو ندیده و گاهی از موقع شوهر در برابر خانم نقاب داشته بعد گفته بعد از 50 سال اون روش رو دیدیم اون روی که میگه که <تصفح> اون روی اینو ما دیدیم نقابو برداشت در محیط خانه این نقاب برداشته میشه و انسان احساس امنیت میکنه و به محیط خانه عشق میورزه خانه او هم برای او محبوب میشه و خانه هم به او هم امنیت میده و هم محافظتش بعد عرفا او اومدن گفتن هر انسانی چهار تا خانه داره که اگه این خانه ها را از دست داد دچار غربت میشه اول دامان مادر انسان و دوران کودکی است مولانا در دوران نوجوانی مادر خودش از دست داد دوران کودکی چون مادر به انسان امنیت میده یعنی واقعا انسان در کنار مادرش هیچ نقابی نداره دیگه مگه میشه بچه ای دیگه مقابل مادر خودش ها چی نقاب داشته باشه نه دیگه این نقابی چیه نداره یه مادری به اون گفتش که این پسر من بسیار پسر بدیه خیلی بی تربیتی فحش میده آقای فلانی فحش میده به من منو حتی زده معتاد خرید فروش مواد دم کرده فقط شما باید بگردی یه دختر خیلی خوشگل خوب تحصیل کرده دانشگاهی برای این پیدا کنی این سر راه بیاد این عرض میکنم خدمتتون که مادر انسان در برابر مادر نقاب نداره بنابراین ما نگاه میکنیم مولانا در دوران نوجوانی مادرش از دست میده در دوران جوانی پدرش رو از دست میده هنوز خودشو پیدا نکرده کودکان کوی خودش رو از دست میده برای اینکه به سن بلوغ زود رسید پدر که مرد اون اومدن شیخ کردن و دیگر اینکه مولانا همسر خودش رو از دست میده نگاه می کنید قربت چه جوری یکی پس از دیگری میاد این خانه اول انسان خانه دوم انسان عبارت است از وطن انسان یعنی فرهنگ و سرزمین معلوف و ادب و ادبیات و زبان و واقعا این مطلب فاجعه است که نوه های شما فرزندان شما از زبان فارسی دور میشن زبان فارسی پنجره است که در هیچ جای دنیا نیست که اونها رو به عالم معنا متصل میکنه در هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی این همه شما سرمایه و قناعت نمی یعنی به قناعت به معنای ثروت نمیبینید در زبان فارسی بنابراین این فرح... قربت کجاست اونجایی که شما احساس قربت میکنید شما اگه الان برید مثلا فرض کنید تو یکی از دهات های اردبیل که اصلا زبان فارسی بلد نیستن و مثل بنده بره که اصلا ترکی بلد نیستم من ترکی استانبولی بلدم ولی اصلا ترکی بلد نباشم اونجا احساس غربت میکنم چون میخوام یه چیزی بگم نمیتونم بگم چون با زبان اونها آشنا نیستم اصلا فرهنگ میخوای با دکتر صحبت کنی احساس غربت میکنی میخوای رفتی تو رستوران کانادایی احساس غربت میکنی فرهنگ و زبان معلوف مادری از اون که دور میشه یعنی زف وطن مولانا از وطن خودش دور شده از بلخ دور شده از ایران دور شده به زبان دیگه تازه نگاه کنید که در ترکیه فعلی که مولانا قرار دارد تمام آثار مولانا به زبان فارسی است شما نمیتونید زبان ترکی پیدا کنید که به زبان ترکی بگی، تمام به زبان فارسی است خب این خانه دوم انسان خانه سوم انسان خ... خانه معشوقه حضور در برابر معشوقه یعنی انسان ممکنه تو وطن خودش هم باشه ولی اگر عشق و تجربه نکرده باشه این انسان احساس قربت میکنه مولانا همین حال رو داشته احساس قربت میکرده و در عشق خیلی سخن گفته و چهارمین خانه انسان عبارت است از همون خانه ازلی و ابدی که کزنیستان تا مرا ببریده ان در نفیر مرد و زن نادیده اند مولانا به خاطر اینکه دوچار این قربت شده بوده و این تنهایی که گفتم همه اینها رو از دست داده بوده احساس میکنه در این دنیا انسان تکیهگاهی نداره انسان تنهای تنهاست تنها به دنیا میاد تنها باید غم خودش رو با خودش داشته باشه تنها میمیره تنها او رو رها میکنن انسان تنهاست همین الان شما تنها هستید نگید تو جمعم ازدهام تنهایان اینجا دنیا ازدهام تنهایانه در کنار همسرتون هم تنها هستید دست در دست معشوقتون هم تنها هستید تنها آمدید و تنها هم میرید این تنهایی رو اگر کسی حس کرد بلند میشه مولانا بلند شد و گفت که حالا من میخوام تحول در وجودم ایجاد بشه از خدا خواست و خدا شمس را نصیب او کرد وقتی که ما نگاه مولانا را به شمس میکنیم مولانا می... میگه که این اولیاء الهی که میان کارشون روشنی و گرمی است کار مردان روشنی و گرمی است من در مورد اولیاء الهی نمیخوام صحبت کنم ولی از نظر مولانا یه مفهوم در این مردان الهی مطرحه و اون نور و روشنایی و گرمی است این پدیده نور خیلی مهمه بعد از ملاقات با شمس مولانا اصلا بعضیا میگن که مولانا اصلا مهر پرست بوده خورشید پرست بوده نور پرست بوده حتی اصلا زرتشتی بوده چرا این حرفا اومده برای خاطر اینکه این همه ستایش از آفتاب ستایش از نور و این که من غلام قمرم این که من عرض میکنم که غلام آفتابم چرا اینها رو مولانا بیان میکنه حالا غزلیات بنده آوردم برای اینکه نور برای او خیلی مسئله است برای مولانا خیلی نور مسئله است اجازه بفرمایید من یه چند تا آیه قرآن در مورد نور براتون عرض میکنم خدمتون عرض میکنم شما میدانید که قرآن نور است الله و نور و سماوات خدا نور آسمان و زمین است که بعضی گفتن این نور خدا یعنی نور هدایت خداوند هدایت میکنه و هر جا که شما وجودی میبینید نور است نور،, نور 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 شما همتون نور هستید چون وجودید اصلا همین شب تاریک هم نوره ها این ظلمت هم خودش چون هست نوره چون عرض میکنم که خود نور اصلا خود نور الله و نور و و از این نور فیزیک که نیست چون در تعریف همین نور فیزیک میگن که نور چیه تعریف نور چیه نور آنی است که باعث ظهور اشیاء میشه ظهور این به وسیله نور است ظهور این به وسیله نور است ظهور این به وسیله نور اگه نور نباشه اینا ظاهر نیستن نور اگر بود اینها ظاهرن درسته یا نه اگه نور نبود اینجا اصلا ظهوری صورت نمیگیره وقتی نور ظاهر میشه تمام اشیا ظهورشون به نور است ظهور نور به چیست به خودشه دیگه نور و دیگه نور دیگه ای ظاهر نمی کنه از این جهت میگن الله نوره یعنی تمام هستی نوره و, و, حضرت علی در, در دعای کمیل میگه و به نور چی؟ وجه کل لذی عزا الله و کل شای هر چیزی به اون روشن شده است این نور قرآن نوره پیامبر نوره عقل نوره علم نوره امانت نوره همه اینها رو من نوشته بودم حالا همه اینها رو نمیخوایم بحث بکنیم نگاه کنید در قرآن خداوند میفرماید و من لم یجعل الله له نورن اگر کسی خدا برای اون نور قرار ندهد فما له من نور اون اصلا نوری نخواهد داشت فما له من نور اصلا دیگه دنبال هیچ نوری نره در ظلمت است الله ولی الذین آمنو چی یخرجهم من الظلمات الی النور درست او من کان میتا خدا میگه آیا دیدی اون کسی که مرده بود یه کسی که مرده بود نمرده بود یعنی افتاده بود اینجا بگیم انال الله و انا الیه راجعون مرده بود مرده یعنی من الان اینجا نشستم مردم من نسبت به عالم دیگه مردم من نسبت به عالم شما مردم من شما رو درک نمیکنم پس نسبت به شما مردم مرده درک نداره این مرده که ما اطراف شما مثلا نمی‌فهمه شما اطراف من هستید درک ندارم مردم خب اینجا خداوند میگه افمن کان میتن. دیدی اون کسی که مرده بود فاحینا ما اون رو زنده کردیم و جعلنا له نورا برای اون نوری قرار داریم که یمشی بهی فناس با اون نور راه میره یعنی با اون نور زندگی میکنه اون نور چیه اون نور روشنایی درون دیگه روشنایی درون کجاست اونجاست که همه این رضائل میره اون حسد میره کینه میره حقد میره اون شخصیت موهومی که برای خودم ساختم ظلمته اون برای من اون ظلمت رو ایجاد کرد میفرماید که من مثلا هو فز ظلمات به خارج منها آیا این مثل اون کسی است که تو ظلمته و اصلا نمیتونه خارج بشه کذالک نلیل للکافرین ما کانوا یعملون خدا اینطوری زینت میدهد برای کافرین اون که عمل کردن یعنی اونها در ظلمت هستند حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که من میخوام این نور رو بگم در اولیاء الهی بعد به مولانا ادامه بدم میفرماید که قد احیا عقله عقل او احیا شده است یعنی عقلش حیات پیدا کرده اون انسان کامل آخه عقل بعضیا میمیره دیگه عقل, عقل... آدمی است که 80 سالشه ولی 8 سال عقل داره اینو بدونید شما یعنی منزه دختر بچه 8 سال از خانم 80 ساله یا آقای حالا فقط خانم نگم آقای 90 ساله به اندازه بچه 5 ساله عقل داره عقل یک فراینده این عقل اینطوری نیستش که بگیم که آقا عقل من و عقل شما یکیه نه عقل با هم دیگه فرق میکنه نیستش میگن عقلش پاره سنگ بر نمیداره چنین چیزی میگن ها بله بر یا بر بر میداره, بر میداره. من نمیفهمم اینا رو بله عقلش سنگ بر میداره بله عرض میکنم یا عقلش رو نم اجاره داده بله این عقل عرض میکنم خدمتون که عقل آقا به همه هم میگن عقل عقل یه نفر یه استادی در درسش گفتش که به دانشوها گفتش که اون چیه که هر کی گفت تو دامن من چیه هر کس گفت تو دامن من چیه تمام 15 تا تخم مرغ بهش میدم گفتن استاد راهنمایی بفرمایید <تصفیح> گفت یه دفعه دیگه میگم هر کس گفت تو دامن من چیه تمام 15 تا تخم مرغ بهش میدم این فکر کردن گفتن حالا یه راهنمایی بفرمایید گفت پوستش سفیده سفتم هست پوستش سفته خورده سفیده وقتی میشکنی یه لعابی داره یه لعاب سفیدی داره بعدش زرده حالا چیه؟ هی گفت فهمیدم گفت این ارزم کم شلغمه توش حویج گذاشتی؟ گفت کجا فهمیده؟ گفت به عقلم مراجعه کردم یا ای آقا عقل این عقل ارزم کنم قد احیا عقله عقل این زنده شده و اما تن نفسه نفس او مرده یعنی اون شخصیت کاذب اون خود دوم مرده حتی دقه جلیلهو او تا جایی که انقدر دقه یعنی دقیق شده جلیلهو یعنی بدنش و پوستش نورانی شده دقه دقیق شده و لطف علیزه او های او همه لطیف شده نشانه انسانی که قلزتی در وجودش نیست لطیف و لطیف شده دیدید که ما غذای زیاد میکنیم چه قلزتی در کالباس ها و سوسیس ها و اینا رو که میخوره یک قلزتی در خودش ایجاد میکنه رو هم همینطوریه چیزایی که میخوره آدم یک قلزت در وجودش ایجاد میشه واقعا قلزت ایجاد میکنه بسیاری از کارها در انسان قلزت ایجاد میکنه و برق لهو لام اون کثیر البرق یه برقی در وجودش زده یه نورانیتی که این نورانیت فعبان بیان میکند لهو از طریق برای او راه را و سلک به سبیل این سالک میاد راه رو ادامه میده و تدافعت الابواب درها به روی او باز میشه الا باب سلامه به سوی باب سلامت و دارل اقامه امام صادق علیه السلام میفرماید لیس العلم به تعلم علم به این نیست که شما فقط یاد بگیرید بنویسید خب این که آقا الان همه این سیدی ها همشون الان همه این چیزا چیه یادم رفت یو اس پی ها همشون عالم دیگه شما کل مطالب رو میدی توی یو اس پی تق تق میری توی یو اس پی خب این ذهن آقا چهر سال بنده مطلب رفته تو این ذهن من این عالم نیست این عالم نیست لیس العلم به کسرت تعلم یا به تعلم انما و نورون علمی که ما میگیم نوریه که یقع فی قلب در قلب من یرید الله تبارک و تعالی هر کس که خدا ببینه لیاقت شده تو قلب او قرار میده این نورانیت رو ان یهدیهو خدا اراده بکنه که او را هدایت بکنه این آخری رو بخونم بعد ادامه بدم میفرماید که ارز کنم که فی وصیت هیل عبدالله ابن جندب ظاهرا امام صادق باید باشد میفرماید یبن جندب قال الله جل و عزه فی بعض ما اوها در بعضی از چیزهایی که خدا وحی کرده یعنی وحی خداوند بر قلب انسانهای اعلا نه به صورت آیه قرآن چون خود ما دو نوع خبر دادن داریم از طرف خداوند گاهی خبر به صورت تشریعی است که میگن نبی تشریعی نبوت تشریعی مثل حضرت موسی پیام میگیره اما یه نبوت انبایی داریم یعنی مثل حضرت مریم بهش خبر میرسه اما اون پیامبر نیست توجه فرمودید حالا غیر از حضرت مریم میشه انسان دیگه هم باشن اینها به مقاماتی برسن که بر قلب اونها خداوند الهام بکنه بله به اونها و... یعنی صبح بلند میشه میگه که من از دیشب تا صبح این ذکر رو گفتم اینو گفتم اینو گفتم این رو گفتم. این رو به من گفتن به من گفتن که شمس تبریزی وقتی وارد میشه بین علما همه نشستن دارن با هم دیگه بحث میکنن علمای قدیم الان هم هست با هم دیگه بحث میکنن میگه که سن حد حدیث کرد مرا فلانون ان فلانین مثلا جعفر از نمیدونم از اکبر و اکبر از اسقر و اسقر نمیدونم از علی قلی از علی قلی از کی حدثنی فلانون ان فلانین ان فلان شمس تبریزی خود نگاهشون کرد گفت این چیه شما میگی حدثنی فلانون ان فلانین ان فلان مثلا یه دفعه بگید حدثنی قلبی قلب من به من گفت قلب من به من حدیث کرد توجه فرمایید این قلب خیلی مهمه مونتا این قلبی که گفته میشه قلب من نیست ها این قلب به گربه هم بدی نمیخوره خیلی بیاد نه قلب قلبی که مزکا شده است توجه فرمودید خب میفرمایید که خدا چی گفته این نما من از هر کسی نمازشو قبول نمی کنم. قبولی نماز با ارز کنم که این که من نمازمو خوندم فرق میکنم نمازمو خوندم خب اما نماز قبول بشه یعنی قبول ببرست بالا تو رو ببره بالا میگه از هر کسی ق... نماز قبول نمیکنم کنم این نما اقبل و سلاته از... نماز از کسی قبول میکنم که من من یتوازه عظمتی در برابر عظمت من متواضع باشه گردن فراز نباشه متکبر نباشه و یکف و نفسه عن ان این اینطوری نباشه بگه دل بخوام من تو چاره دل بخوام چی دلم بخواد بعد انجام بدم نفس من آقا دلم میخواد دلم. هر چی دلم میخواد هر چی من میخوام نه و یکف نفسه او ان شهاد حیوانات نفسشون رو کف نفس ندارن به مجرد اینی که چیزی رو بخوان باید بخوان دیگه هر چی باشه انسان و حیوان فرقش در یک کلمه است نه به خودت میتونی نه بگی نه که به خودت بگی بگو او فردا اینا رو به خودم میگم نه درست شد اینو میگن کف نفس یکف نفسه او ان من اجل و یقطع نهاره او به ذکری کسی که توی روز همش به یاد من باشد به یاد من باشد یعنی نه اینی که دستش تسبیح باشه یه بگه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا, الله، یا, الله، یا, الله، یا الله. نه معنای ارز کنم که ذکر من یعنی حضور من حس بکنه خب اینجا در خانه کسی هست بلا یتعظم و علا خلقی متکبر و متجبر نسبت به خلق من نباشد و یه من نماز کسی رو قبول میکنم که گرسنه رو سیر بکنه و یک سل آری نماز کسی رو قبول میکنم که برهنه رو بپوشاند و یر حمل مصاب و رحمت و محبت و عشق داشته باشه به کسی که بهش مصیبتی رسیده و یعوی الغریب و پناه بده به کسی که غریبه فزالکه یه چنین آدمی یشرق و نور او مثل شمس این نور رو خواستم بگم دیگه ادامه نمیدم بعد میگه حالا میگه نور در وجود او اشراق میکنه مثل نور خورشید اجعل له من قرار میدم برای او فی ظلمت نورا در هر ظلمتی برای او نوری قرار میدم توجه فرمودین یا نه پنجم فوریه سال 2008 منده اومدم به ونکوور به اینجا یعنی تقریبا 11 سال پیش 4 5 روز دیگه است ما رو بردن میپریچ ما بری تو جنگل منگلا رفتیم ما رفتیم خدایا اینجا کجاست ایران درس بس خونه ساختمون زمین این همه اینا اصلا اینجا چه وحشتی نصف شب بلند شده بودم نگاه می‌کردم که گفتم یا نور المستوهشین فی الظلم ای نور کسانی که در ظلمت حضرت علی میگه دو چهار وحشت میشن یه واقعیت این در ظلمت میگه من به دادش میرسم و فل جهالت حلم اگر یک کسی این کارا رو کرد من خدا کمکش میکنم اونجا که می‌خواد جهالت کنه بهش بردباری میدم اکلوه به عزتی من اونو حفظش میکنم حمایتش میکنم و و ملائکتی ملائکه نیروهای غیبی من از اون محافظت میکنم یدعونی منو میخونه و من به او لبیک میگم و هم هست من به او لبیک میگم و یسالونی فاعتی از من تقاضا میکنم بهش عطا میکنم فمثل ذالک العبد اندی مثل این انسان در نزد من خدا که مثل جنات الفردوس مثل باغای بهشت این آدم خودش چرا برای اینکه لا یسبق و اسما روها هیچ وقت این توی بهش این میوه هاشون خراب نمیشه این آدم هیچ وقت میوه خراب نیست توجه فرمودی یا نه هر جا بخواد به شما ثمره ای داشته باشه خراب نیست بله از میکنم ولا یتق و ان از حالش تغییر که نمی کند خب مولانا در اینجا این نور رو که من حالا اینو زمینه کردم به این بس مولانا میگه من به نور رسیدم یعنی وقتی این تحول در من ایجاد شد من منتظر بودم منتظر بودم این انتظار رو در خودم ایجاد کردم به نور رسیدم حالا این غزلی که بارها بنده خوندم میگه من غلام قمرم چرا میگه غلام قمرم این غمر سمبل نور دیگه من غلام قمرم من دنبال نورم اون نور شمس تبریزی است اون نور ولی الهی است چون اینها نورن دیگه اینها نور هستن من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شم و شکر هیچ مگو شم و شکر این شم و شکر تمام الفاظی که در روانشناسی میگن که اون که بر زبان شما جاری میشه تو روان شما هست امکان نداره چیزی بر روان شما بگذره و بر زبان شما جاری نشه و امکان نداره چیزی بر روان شما باشه و از زبانتون جاری نشه و بر هر چی شما الفاظی که به کار میبری تو روانتون اون چیزا هستش توجه فرمودید یا نه بنابراین تو روان مولانا همیشه شم و شکر بوده شکر بوده مولانا توی مصنوی از نمک کم صحبت کرد از ترشیجات و نمک و اینا کم صحبت ولی از شیرینی و عسل و اینا زیاد حرف زده چون وجود شیرین شده بوده چرا برای اینکه مولانا دید که به این آیه قرآن رسید که به این دنیا نمیشه رضایت داد اطمینان به دنیا من نمیتونم پیدا بکنم بنابراین باید برم به دنبال این که علا به ذکر الله تطمئن نون غروب. با اون قربت و تنهایی مقدمه شادی در او ایجاد شد سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو از سخن رنج صحبت نکن رنج یعنی اون چیزی که باعث میشه که من دوچار رنج بشم دیگه. چی دوچار رنج میشه همین اوقده ها کینه ها هیقده ها شخصیتی که من برای خودم ساختم من میخوام اون رو حفظش کنم ولو اینکه به سلامتی من به خطر بیفته اون شخصیت من باید حفظ بشه و که سلامتیم به خطر آبروم آبروم رفت این آبرو چیه آبرو رو تعریف بکنیم اصلا یه کسی بلانشو بگیم آقا آبروی من یعنی چی یعنی اون چیزی که برای خودم ساختم دیگه سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو و از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو اگه من یعنی از اینا بی خبر هستی هیچی نگو دوش دیوانه شدم یعنی من دوش که میگه شب یعنی یه حالت مکاشفه بهش دست داد دیوانه شدم یعنی از این عالم تعادل و از این عالم علت و معلول خارج شدم عشق مرا دید و بگفت عشق در منظر مولانا یعنی حضرت حق من با حضرت حق یه ملاقاتی داشتم حالا این حضرت حق رو که ملاقات میکنه همون شمس تبریز حضرت حقه خدا در او تجلی کرده خدا در او جلوه کرده وقتی نظر به او میکنید نگاه کردن به چهره عالم عبادت است یعنی اگه عالم درست ما پیدا بکنیم وقتی نگاه به چهرهش بکنی آرامش پیدا میکنی چون عبادت دیگه این دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم یعنی اون اومد اونی که میخواست من نجات بده اومدم نعره نزن جامعه مدر هیچ مگو گفتم ای عشق یعنی من گفتم من از چیز دیگر میترسم من از اون نفس امارم میترسم من از اون تعلقاتم میترسم من از اون شاگردان میترسم مولانا خیلی شاگرد من از اون مدرسه میترسم گفت آن چیز دیگر نیست دیگر آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو دیگه اون نیست گرفت رفت من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو یعنی تسلیم بشو حرف نزد قمری حالا مولانا میگه که من یه قمر دیدم قمر سمبول کمالم هست چون شب اول ما قمر کامل دیگه قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد در ره دل چه لطیف از سفر هیچ مگو من دارم مسافرت میکنم سیر و سلوک باطنی دارم انجام میدم گفتم ای دل چه مه هستین گفتم ای دل چه مه هستین دل اشارت میکرد که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو با خودم میگفتم این چیه این چه حالیه که در من ایجاد شده به دل خودم گفتم دل گفت این اندازه تو نیست توجه فرمایید اندازه تو نیست از تو بزرگتره به خاطر همین تو دوچار حیرت شدی اندازه تو نیست گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است اینی که من دارم میبینم الان دارم مکاشفه میکنم این روی فرشته است عجب یعنی ترکی یعنی آیا بشر است گفت این غیر فرشت است و بشر هیچ مگو گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد گفت می با شنین زیر و زبر هیچ مگو این کلمه زیر و زبر رو مولانا زیاد تکرار میکنه ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال کدوم خانه پرنقش و خیال؟ خانه پرنقش و خیال نقشه هایی که تو وجود خودت یه خانه ساختی خود رفتی اونچون نشستی نقش و خیالات تو رو گرفتن یه هویت از خود درست کردی از اون نقش و خیال هایی که داری و آبروی تو مربوط میشه به اون نقش و خیال ها آی دیدی تو این مجلسی که من رفتم دیدی بله من لباسی که اون دفعه پوشیده بودم تو عقد فلانی همون لباس رو پوشیده بودم فهمیدم آبرو احسیت هم رفت این نقش و خیاله آبروم رفت همون لباس رو پوشیده بودم دیدی حالا دیدی آبرومو بردی آها من بعد لباس جدید میپوشیدم دیدی فلانی فلان کار کرده بود ما نکردیم دیدی چه ماشینی داشتن این همه این نقش و خیال ها ایناست دیگه و همینطور اعتباریاتی که در وجود ما هستش توجه فرمون نشستیم تو این خانه نقش و خیال بله ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال خیز از این خانه برو رخ ببر هیچ مگو گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست من نرم با خدا مواجه شدم مولانا داره میگه گفت این هست ولی جان پدر هیچ